به نام خدا. با سلام، مهدی اشرفی هستم از مجموعه فرادرس و با ویدیو آموزشی مهمترین زبانهای برنامه‌نویسی فرانت اند در خدمت شما عزیزان هستم. اگر این ویدیو رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی ما مشاهده میکنید، حتما قسمت توضیحات رو برای لینک‌های بیشتر در این خصوص مشاهده کنید. همچنین صفحه و کانال ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف سابسکرایب و فالو کنید تا به ویدیوهای دیگه‌ای که در رابطه با این موضوعات منتشر می‌کنیم دسترسی داشته باشید. مبحث مهمی که امروزها با گسترش اینترنت خیلی مورد توجه همگان قرار گرفته اینه که برنامه‌نویسی فرانت اند یعنی چی و یه فرانت اند کار خوب چه مهارت‌هایی رو لازم داره که داشته باشه. افرادی که خب قبلا با برنامه‌نویسی آشنا بودن و برنامه‌نویسی قدیمی محسوب میشن، عادت کرده بودن به این که برنامه رو بنویسیم، یه پروژه رو بنویسیم، اجرا بشه و تمام بشه بره و بره تو محیط اجرا و پشتیبانی‌ها و بقیه ماجراهایی که اونجا داشتیم. افرادی هم که حالا جدیداً دارن به برنامه‌نویسی روی میارن، خب شاید خیلی از این مطالب رو ندونن، ولی حالا مهم اینه که فرانت اند اصلا یعنی و الان با چه مبحثی ما اینجا روبرو هستیم. توی کارهای اینترنت وقتی شما دارید اطلاعاتی رو ارسال میکنید، اطلاعاتی رو دریافت میکنید، خب با بخش‌های مختلف اینجا درگیر هستیم. تو مباحث شبکه هم داشتیم که طبق پروتکل‌های TCP/IP لایه‌های مختلف داشتیم، لایه‌های دریافت، لایه‌های نمایش، ارسال، شبکه. کارهای خیلی خیلی متنوعی داره اینجا انجام میشه تا ما بتونیم یه برنامه‌ای رو ببینیم، یه فعالیتی رو انجام بدیم. اون کارهایی که شما به عنوان فردی که دارید آخر کار مشاهده میکنید، اون صفحه‌ای که میبینید، کلیدها و فعالیت‌هایی که دارید انجام میدید و به اون میگن فرانت اند. و حالا کسی که میخواد این صفحات رو بسازه چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بده و چه مهارت‌هایی رو لازم داره که باهاش آشنا بشه. میخوایم اینجا یه مقدار در مورد این فعالیت‌ها صحبت داشته باشیم. فرانت اند در یه وبسایت یا وب اپلیکیشن بخشایی گفته میشه که کاربران به طور مستقیم با اونها در تماس هستن و باهاشون سر کار دارن. موارد مثل رنگ ها، استایل متن ها، تصاویر، جداول و گراف ها، دکمه ها، رنگ ها، نوار وضعیت صفحات وب، همگی مربوط به بخش فرانت اند هستش. یه فرانت اند کار خوب باید حتما 3 تا زبان برنامه‌نویسی CSS، HTML و جاوا اسکریپت رو تسلط کاملی بهشون داشته باشه، با ساختارهای طراحی رفتارها محتوا و هر چیزی که موقعی که شما دارید با صفحات وب دارید کار میکنید باید آشنایی کامل داشته باشه، با رزولوشن های مختلف، اندازه های صفحه های مختلف، توی صفحه نمایش، توی گوشی ها، توی تبلت ها، همه اونها رو باید خوب باهاش آشنا باشه. توی فرانت اند ما دنبال دو تا کار خیلی مهم هستیم. یکیش واکنش گرایی یا ریسپانسیونس. بحثی که تو ریسپانسیونس داریم، کاربر بتونه راحت باهاش کار بکنه، یه جوری کاربر پسند بودن، همون مباحث یوزر فرندلی بودن و اینجا ما می‌خوایم داشته باشیم و کاربر بتونه راحت کارهاشو انجام بده، براش جذابیت خوبی داشته باشه. مبحث دوم اینه که کارایی صفحات وب به بهترین شکل ممکن باشه و کاربر بتونه با کمترین جستجو جابجا شدن بتونه کارهای مورد نیازش رو به راحتی بتونه انجام بده. اگر بخوایم بحث فرانت اند و بک اند رو تشبیه بکنیم، فرانت اند شما وقتی میرید یه محصولی رو دارید می‌خرید، کاری ندارید که اونجا چه اتفاقایی افتاده، چه فعالیت‌هایی تو کارخونه انجام شده. نهایتاً شما یه محصولی رو دارید اینجا دریافت میکنید و میخواید که ازش استفاده بکنید. اما این فرانت اند با مبحث کارهای شبکه‌ای یه فرق خیلی کوچیک داره و اونم اینه که ارتباط شما موقعی که میرید یه کالایی رو از کارخونه میگیرید یا کالایی از کارخونه خارج میشه، ارتباطش اونجا دیگه قطع میشه و موقعی که اومد دست شما رسید دیگه میتونید به عنوان یه محصول ازش استفاده بکنید. اما توی اینترنت این ارتباط ما قطع نمیشه. ما اینجا به عنوان یه کاربر داریم اطلاعاتی میبینیم و فرآیندهای اون پشت داره انجام میشه که بتونه اون نیاز های ما رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. اون کارهایی که اون پشت انجام میشه، از لحاظ ذخیره سازی، جستجوها و کارهایی که باید انجام بشه رو بهش میگم بک اند. اون چیزی که ما جلو داریم میبینیم به عنوان یه کاربر داریم ازش استفاده میکنیم بهش میگم فرانت اند. اما میخوایم بدونیم که مزایای برنامه‌نویس فرانت اند بودن چی هستش، آیا خوبه برنامه‌نویس فرانت اند باشیم یا نه، چه مزیت‌هایی داره. اولیش توسعه سریع و نتایج کاربر محور. شما هر روز باید اطلاعاتتون به روز باشه با کارهایی که داره انجام میشه، اتفاقای جدیدی که میفته، کارهای جدیدی که برای کاربران و شبکه‌های مختلف، باید خیلی سریع بتونید خودتون رو با اونها هماهنگ بکنید. یه جورایی اطلاعاتتون باید به روز باشه. دو، واکنش سریع به ویژگی‌ها و برنامه‌ها. هر برنامه جدیدی که داره میاد، هر اتفاقات جدید، پروتکل‌های جدیدی که میاد، باید شما خودتون رو بتونید باهاش هماهنگ بکنید. ارائه محیط امن. برنامه‌هایی که شما اینجا می‌نویسید خیلی از لحاظ امنیت فوق‌العاده درجه بالایی رو داره. حالا اون
بحثای امنیت شبکه اینا اینجا زیاد برای ما شاید مطرح نباشه. اونا تو قسمت بک انده که باید حواسمون باشه که هر کاربری به اون اطلاعات دسترسی نداشته باشه، اما اینجا یه محیط امن‌تر و بهتری داریم. مطالبی که اینجا باهاش سر و کار داریم خیلی راحت یادگیریشون، یه جوره کاربرپسندم هست. برنامه ها و کارهای به روزی رو شما انجام میدید، اصلا حالت خستگی نداره و خیلی نسبت به زبانهای برنامه‌نویسی بک اند یادگیریشون راحت‌تر هستش. ارائه ویژگی‌ها و قالب‌بندی‌های قدرتمند، هر روز شما کارهای جدیدتر، امکانات بیشتر، قدرتمندتر رو توی فرانت اند دارید اینجا باهاش کار می‌کنید. برنامه‌نویسی به صورت برادرنگ، اینجا برنامه‌نویسی قطع شدنی نیست. هر روز نیازهای جدید، کارهای جدید و باید بتونید اونها رو دائما به برنامه‌هاتون اضافه بکنید. می‌خوایم این 6 تا مبحث رو یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اولی که گفتیم توسعه سریع و نتایج کاربر محور، یکی از اساسی ترین مزیت‌های برنامه‌نویسی فرانت اند این است که کدهای تولید شده به سرعت اجرا و پیاده سازی می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل امکان دسترسی به ابزارهای پیشرفته فناوری و فریم‌ورک‌های مختلف فرانت اند، کارها با سرعت بیشتری پیش می‌روند. به این ترتیب مدت زمان لازم برای ساخت محصول نهایی بسیار کم است، در صورتی که بخش بک اند یک اپلیکیشن به خوبی برنامه‌نویسی شده و از سرعت مطلوب برخوردار باشد، می‌توان به راحتی با ایجاد فرانت اند آن را به بهترین نحو ممکن آماده استفاده کرد. با افزایش تجربه برنامه‌نویسان، توسعه و ساخت یک فرانت اند کاربردی و مناسب کار چندان دشواری نخواهد بود. اگر شما یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باشید، خیلی سریع میتونید کارها رو انجام بدید و برنامه‌های جدید، نیازهای جدید رو برای کاربران برنامه‌نویسی بکنید، طراحی بکنید، اونا بتونن خوب ازش استفاده بکنن. دومین مزیتی که با عنوان یه برنامه‌نویس فرانت اند داریم، همونطوری که گفتم برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید یه برنامه‌نویس به روز باشه و هر روز با اطلاعات جدید و نیازهای جدید کاربر، برنامه‌های جدیدی که داره ارائه میشه، خودش هماهنگ بکنه. این یکی از خوبی‌های برنامه‌نویس فرانت اند هستش که همیشه به روزه. برنامه‌نویسان قدیمی داشتیم که حالا مثلا یه روشی رو یاد می‌گرفتن، یه کاری رو ثابت انجام می‌دادن و سالیان سال همون روش رو ازش استفاده می‌کردن. اما الان تو کارش و مخصوصا بخش فرانت اند شما اصلا چیزی رو ثابت نمیبینید، هر روزه میبینید که حتی وسایل جدید میاد، قابلیت‌های جدیدی داره به برنامه اضافه میشه و شما به عنوان یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید خودتون رو با این اطلاعات جدید هماهنگ بکنید. توی خیلی از رشته‌ها داریم، مثلا فرض کنید توی رشته صنایع، توی رشته‌های مثلا فرض کنید عمران، یه سری فرمول‌ها، روش‌های ساخت، فرمول‌های فونداسیون اینا هست، ثابته، تغییر نمی‌کنه. اگه هم باشه خیلی اتفاقات خاصی اونجا نمیفته. اما کامپیوتر اینجوری نیست و هر روز میبینیم که قابلیت‌های جدید و کارهای جدید داره بهش اضافه میشه. همین چند سال اخیر رو اگر شما نگاه بکنید، ما به اون شکل از برنامه‌های این شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کردیم. اصلا آشنایی باهاش نداشتیم. کارهای کامپیوتر ما محدود بود به یه سری برنامه‌هایی که داشتیم می‌نوشتیم توی یه کامپیوتر یا نهایتاً توی شبکه لوکال داشتیم کار می‌کردیم و در این حد که بخوایم با این برنامه‌ها کار بکنیم، اصلا برنامه‌های ما در این حد نبود. ولی یه دفعه دیدیم با اومدن این برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی یه دفعه همه چیز متحول شد. حتی برنامه‌هایی که ما نوشتیم، الان اگر مثلا شما یه سایتی داشته باشید، یه برنامه‌ای داشته باشید که لینک به این صفحات اجتماعی نداشته باشه، عملاً یه چیزی رو کم داره. پس یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید خودش هماهنگ بشه، مطالعات زیادی داشته باشه و بتونه خودش رو به روز نگه داره. هر اتفاق جدید، هر برنامه جدیدی بود، بتونه توی برنامه‌ها و سایت‌های خودش از اونها استفاده بکنه. سومین مطلب ارائه محیط امنه. در صورتی که برای کدنویسی توسعه سمت کلاینت از فرمورک‌های فرانت اند استفاده میشه، محیط کدنویسی کاملا امن به حساب میاد. در حقیقت به واسطه محیط امن زبان‌های برنامه‌نویسی فرانت اند، کاربران این امکان رو دارن که کدها و وبسایت‌هاشون رو خیلی راحت یه مرورگرهای مختلف طراحی بکنن و ازش استفاده بکنن. اشاره کردم که بخش هک کردن اینا بیشتر برمیگرده به بخش بک اند و عملا توی بخش فرانت اند خیلی درگیر اون نیستیم و این کدهایی هم که داریم می‌نویسیم، برنامه‌هایی که داریم می‌نویسیم، به اندازه کافی ایمن هستش که مورد حمله قرار نگیره. مزیت بعدی که برنامه‌نویس فرانت اند داره اینه که آسان برای یادگیری، استفاده و مقیاس بندی فناوری‌های مختلف هستش. اکثر چارچوب‌های نرم افزاری و فناوری‌های مدرنی که در توسعه فرانت اند الان داره استفاده میشه، از فیلترهای مختلفی عبور کردن و کارایی مطمئن و مطلوبی دارن. بنابراین با استفاده از این فریم‌ورک‌ها، لایه‌های ساختاری کاربرپسند و مناسب قابل تولید هستن. اما دیگه درگیر اون مطالب پشتش نیستیم که چه اتفاقایی ممکنه بیفته. این برنامه‌هایی که الان
الان هست و فریمورک هایی که داریم باعث میشه که ما با خیال راحت بتونیم این برنامه ها رو ازشون استفاده بکنیم. مزیت بعدی هم برنامه‌نویسی به صورت بلادرنگه. در حال حاضر امکان مشاهده تغییرات در مرورگر بدون هیچ گونه نگرانی بابت از دست دادن وضعیت فعلی اپلیکیشن و بدون نیاز به تکرار برگزاری صفحات مرورگر برای توسعه دهندگان وجود دارد. شما الان کارهایی که دارید انجام میدید خیلی راحت میتونید بیاید از اون بانک های اطلاعاتیتون استفاده کنید، توی صفحاتتون به شکل‌های مختلف اونا رو ازش استفاده بکنید. عملا نیاز به کارهای جدیدی نیستش، میتونید بلافاصله بعد از ساختن اون اطلاعات اونها رو تو مرورگرهای مختلفتون ازش استفاده بکنید. علاوه بر این مزایایی که اینجا صحبت شد، فرانت اند کار خب یه سری معایبی هم داره. یکی تغییرات متعدد و مشکلات مربوط به روزنگهداری دانش. همونطوری که گفتم یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید خودش هر روز آپدیت بکنه و اطلاعات جدیدی رو مطالعه بکنه. باید مطالعه به روز داشته باشه. نمیتونه کارهایی که یاد گرفته بگه خب من دیگه خیالم راحت شد، حالا بریم و کار بکنیم، دیگه نیازی به مطالعه نداریم. هر روز اطلاعات داره تغییر میکنه، پیشرفت میکنه و یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید این روحیه رو داشته باشه که هر روز خودش رو آپدیت بکنه، مطالعات جدیدی رو داشته باشه. خب شاید هر کسی این علاقه رو نداشته باشه. عدم امکان مرزبندی میان توسعه فرانت اند و دیگر زمینه ها. یه مشکل دیگه ای که یه برنامه‌نویس فرانت اند کار داره اینه که باید تو اغلب زمینه ها اطلاعات داشته باشه. اینجوری نیستش که بگم مثلا فرانت اند کار این آیتم ها 1 2 3 4 رو بلد باشه دیگه تموم شد. بستگی داره حالا اون سایتی که داره کار میکنه، فعالیتی که میخواد انجام بده تو چه زمینه باشه، نیاز داره که تو زمینه های مختلف اطلاعات داشته باشه. بازم اینم یه روحیه جدیدی میخواد برای خودش که علاوه بر روزنگهداری اطلاعات خودش تو زمینه برنامه های فرانت اند، باید این روحیه هم داشته باشه که تو زمینه های مختلف یه مطالعه کاملی داشته باشه. قسمت های جنبی کارش هم حتما در مورد اونها مطالعه داشته باشه. توسعه شخصی سازی شده اینم یکی از مطالبیه که الان خیلی دوست دارن که صفحاتشون طبق میل خودشون و تنظیمات خاص خودشون باشه. یه دفعه شما مثلا فرض بکنید با یه شرکتی دارید کار میکنید، شاید اون اطلاعاتی که اونجا هست تو جای دیگه ای به دردتون نخوره، یا لازم باشه که یه سری اطلاعات بیشتری رو تو اون زمینه ها داشته باشید. عدم همترازی با سیستم های دارای محاسبات اینم یکی از مشکلاتیه که داره. ممکنه که در کنار اینکه شما یه فرانت اند کار خوب باید باشید، با محاسبات و کارهای محاسباتی هم باید به طور کامل آشنایی داشته باشید و اگر برنامه نیاز به محاسبات سنگینی داشت بتونید اونها را انجام بدید. خب یه توضیحات بیشتر در مورد همون مطالبی که گفته شد می‌خوایم الان اینجا داشته باشیم. اول ما پس گفتیم تحولات سریع و نیاز دائمی به یادگیری فناوری‌های جدید همزمان با افزایش روزافزون محصولات ارائه شده در اینترنت چالش‌های مختلفی برای توسعه دهندگان ایجاد می‌شود، چون سرعت پیشرفت فناوری و ابزارهای گوناگون به گونه‌ای است که همراهی با این تغییرات برای برنامه‌نویسان فرانت اند امری دشوار به حساب می‌آید. از سوی دیگر فریم‌ورک‌ها نیز به روزرسانی میشن و در صورتی که توسعه دهندگان نتوانن آخرین نسخه به‌روزرسانی شده را دریافت کنند، از استانداردهای مدرن عقب میمانند. بنابراین توسعه دهندگان آینده نگر میتوان با حفظ مهارت و به‌روزنگهداری آنها بر این محدودیت غلبه کنند. همونطوری که گفتم خدمتتون، حتما یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب باید این روحیه و این زمان و وقت رو داشته باشه که تمام وقتش رو بذاره برای این کار، با اطلاعات جدید آشنا بشه، هر روز خودش رو آپدیت بکنه، دنبال مطالب جدید باشه. اگر این کارو نکنه مطمئنا بعد از چند وقت ممکنه که خیلی از این مطالب جدیدی که میاد باعث بشه که اون از کارش عقب بمونه. مثلا بعدی هم همون مرزبندی مشخص نداشتن بین کارهای فرانت اند و شغل‌های دیگر رو اینجا داریم در موردش صحبت می‌کنیم. برنامه‌نویس فرانت اند به گونه‌ای است که امکان ایجاد مرزبندی برای آن وجود ندارد، یعنی نمی‌توان مشخص کرد که آموزش‌های توسعه فرانت اند در کجا متوقف می‌شن. کجا رسیدیم می‌تونیم بگیم که من یه برنامه‌نویس فرانت اند کار خوب شدم و دیگه عملاً به بالاترین درجه از یه برنامه‌نویس فرانت اند رسیدم. همچین چیزی نیست. هر روز ممکنه که نیازها و تغییرات جدید پیش بیاد و شما نیاز داشته که مهارت‌های جدیدی رو بر خودتون کسب بکنید. مبحث بعدی عدم همترازی با سیستم‌های دارای محاسبات زیاد. در تعدادی از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها محاسبات سنگین همراه با حجم زیادی از انتقال داده‌ها در هر دقیقه انجام می‌شود. از سوی دیگر تعداد فناوری‌هایی که از این شرایط پشتیبانی می‌کنند محدود هستند. البته جای نگرانی نیست، چون راه‌حل‌های برای مقابله با این محدودیت‌ها وجود دارد. برای مثال می‌توان با از بین بردن پیچیدگی‌ها و تبدیل آنها به ماژول‌های کوچک، سازمان یافته و مستقل بر دشواری‌ها غلبه کرد. در این صورت امکان
بهره‌وری از فناوری‌های مناسب در فراهم می‌شود و در صورت وجود محاسبات سنگین تعامل با بک اند با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. پس یه برنامه‌نویس فرانت اند خوب علاوه بر اینکه با مسائلی که کاربر باهاش سر و کار داره، باید با محاسبات کاملا آشنایی داشته باشه و بدونه که چطور اطلاعات رو برای بک اند بفرسته، اگر اطلاعاتی رو بک اند براش فرستاد، اونها رو به چه شکلی بتونه به کاربرش اونجا نشون بده. بعد از اینکه با فرانت اند آشنا شدیم، حالا می‌خوایم ببینیم که اگه بخوایم یه فرانت اند کار خوب باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم، مسیر یادگیریمون چیا هستش. توسعه فرانت اند یکی از رایج‌ترین مشاغل روز بازار کننده به حساب میاد. حال این سوال پیش میاد که نقشه راه برنامه‌نویسان فرانت اند چیست؟ می‌خوایم ببینیم که یه فرانت اند کار خوب باید چیا رو بلد باشه. 4 تا مبحث رو گفته که اینجا باید باهاش آشنا بشه: درک مفاهیم و مباحث پایه، آشنایی با فریم ورک‌ها و کتابخانه‌های فرانت اند، آزمون خطا، استمرار در یادگیری و دانش بروز. 4 تا مبحث. اولا که مباحث مربوط به برنامه نویسی و فرانت اند و کارهای نمایش رو کاملا باهاش آشنا بشه، فریم ورک ها و کتابخونه های مختلفی که توی بخش فرانت اند لازم داره رو کاملا باهاشون آشنایی داشته باشه، روش های اشکال زدایی برنامه، آزمون و خطا رو کاملا باهاش آشنایی داشته باشه. و همون مطلب چهارم برای فرانت اند کار خیلی خیلی مهم هستش، اینه که استمرار در یادگیری و دانش بروز. هر روز باید خودش اپدیت بکنه، این روحیه رو داشته باشه که خودش رو برای مطالعات دائمی آماده بکنه. می‌خوایم این 4 تا رو یه مقدار بیشتر در موردشون صحبت بکنیم، ببینیم که به چه شکلی هست. اولین مرحله گفتیم درک مفاهیم و مباحث پایه است. برای ساخت یک وبسایت اطلاع لازم که افراد بر مفاهیم پایه و پراهمیت حوزه وب، ساختار و نحوه سازگاری وب و اپلیکیشن‌ها به طور کامل تسلط داشته باشن. پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، افراد می‌توانند به مبانی برنامه‌نویسی وب یعنی کدنویسی بپردازند. توسعه دهنده فرانت اند با بخش سمت کلاینت وبسایت کار میکنه، به طوری که این کدها روی مرورگر کلاینت اجرا میشن و به واسطه آنها مواردی مانند ظاهر وبسایت، چگونگی درخواست داده ها از سرور و نحوه تعامل با سیستم کلاینت تعیین خواهند شد. به این ترتیب در مرحله اول آموزش برنامه‌نویسی سمت فرانت اند، ابتدا باید زبانهای برنامه‌نویسی فرانت اند به عنوان یک پیش نیاز ضروری آموخته شوند که این زبانها شامل CSS، HTML و جاوا اسکریپت هست. پس اول باید با مفاهیم برنامه‌نویسی کاملا آشنایی داشته باشه، بعد بیاد و سه تا زبان برنامه‌نویسی که سمت کلاینت خیلی ما باهاش سر و کار داریم و کامل اونها رو یاد بگیره. نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که افرادی که خب برنامه‌نویسی قبلا انجام دادن و باهاش آشنایی دارن، اونجا انتظار داشتیم ما یه کد بنویسیم، یه کلیدی رو بزنیم اجرا بشه و خروجی رو ببینیم، مقدار بدیم به برنامه تست بکنیم، خروجی‌های اون رو ببینیم که به چه شکلی هستش. یه ارتباط به این شکل برای نوشتن برنامه و اجرای بین اونها وجود داشت. اما توی اینجا عملا شما یه سری تگ هایی رو دارید استفاده میکنید، دستوراتی رو دارید مینویسید و دیگه مثل اونجا حالت اجرا نیست. باید برید نتایجش رو توی مرورگر وب نگاه بکنید، ببینید که اونجا داره درست انجام میده یا نه. شاید برای اولین بار موقعی که من خودم داشتم با این زبان ها آشنا میشدم، این یه مقدار برای من سخت بود، چون عادت کرده بودم به نوشتن کد، اجرا کردن و دیدن نتیجهش. حالا اینجا کار عوض شده بود. موقعی که شما دستورات میبینید، کافیه برید روی صفحه و اونو ریفرشش بکنید، کدهای جدید و دستورات جدید، نتایج اونو بتونید اونجا ببینید. بعد از اینکه با برنامه‌نویسی کار کردید، ریزه‌کاری‌های برنامه‌نویسی یاد گرفتید، یه تغییرات خیلی کوچیک نحوه نوشتن دستورات، آشنا شدن با تگ‌ها، تزیین صفحه نوشتن دستورات، اینجا که آشنا شدید، نحوه اجرایی مقدار ممکنه اونجا متفاوت باشه. اما مرحله دوم بعد از اینکه با اون زبان‌ها آشنا شدیم، آشنایی با فریم‌ورک‌ها و کتابخانه‌های سمت فرانت اند رو باید باهاش آشنا بشیم. پس از با مفاهیم و اصول پایه کدنویسی فرانت اند، نحوه ساختاربندی آنها، روش‌های استایل دهی به صفحات وب و چگونگی ساخت وبسایت‌های پویا، در این مرحله میتوان با استفاده از فریم ورک‌ها و کتابخانه‌های مختلف دانش خود را در زمینه توسعه وب سمت فرانت اند افزایش داد. توسعه و یکپارچه‌سازی برنامه‌نویسی فرانت اند و بک اند با کمک فریم ورک‌های وب تسهیل می‌یابد. به طور کلی فریم ورک وب یک پکیج است که در آن کدهای استانداردسازی شده قرار گرفته و می‌توان از آن به عنوان پایه اولی ساخت یک وبسایت استفاده کرد. به بیان دیگر، چارچوب‌های نرم افزاری که بسته آغازین هستند که امکان ساخت وبسایت روی آن فراهم می‌شود. پس باید با فریم‌ورک‌ها و چارچوب‌های مختلفی که برای اون دستورات وجود داره، شرایطی که برای نوشتن همه اون دستورات هستش، آشنا بشید.
مرحله بعد باید با کارهای آزمون و خطا آشنا بشیم و ببینیم که چطور این برنامه هامون ایرادهایی که توش داره رو برطرف بکنیم. پس از یادگیری اصول پایه زبانهای برنامه‌نویسی فرانت اند و همچنین کار با چارچوب‌های نرم‌افزاری کاربردی آن، تقریبا مسیر آموزش کدنویسی و ساخت اپلیکیشن‌های قدرتمند تکمیل می‌شود. بنابراین لازم است با بهره‌گیری از تمرین و آزمون و خطا این مهارت تقویت شود. به این ترتیب ایجاد وبسایت‌های مختلف با عنوان نمونه کار باعث می‌شود تمام این فرآیند به بهترین شکل ممکن در ذهن حک شود. تو مراحل قبل تونستیم که کدنویسی های تحت وب رو یاد بگیریم و با فریمورک ها آشنا بشیم. حالا باید بیایم اینجا و اونا رو تو قالب کاربردی ازش استفاده بکنیم. کاری که حالا به عنوان پروژه های کاری مختلف ممکنه که باهاش کار داشته باشیم و اونا رو باهاشون آشنا بشیم. کم کم باید بیایم اون اطلاعاتی رو که یاد گرفتیم در قالب عملی و کارهای واقعی ازشون استفاده بکنیم. ایرادایی اگر وجود داشت اونا رو برطرف بکنیم. یه سایت با شرایط خیلی خوب بتونیم طراحی بکنیم. مرحله چهارمی که برای یه برنامه‌نویس فرانت اند اینجا پیشنهاد داده بودیم، استمرار در یادگیری و دانش بروزه. اینترنت دائما در حال تغییر است و همروزه روش‌های پیشرفته برنامه‌نویسی متعددی ارائه می‌شوند. بنابراین تداوم در یادگیری و بروز نگه داشتن مهارت‌های مرتبط با فناوری یک ضرورت به حساب می‌آید. البته باید توجه کرد این به این معنی نیست که مهارت‌های آموخته شده در گذشته بی‌اهمیت هستند، بلکه یعنی به منظور رشد در حوزه برنامه‌نویسی باید از فناوری‌های روز دنیای کامپیوتر مطلع بود و در این حال از دانش و سابقه خود به عنوان یک مزیت کلیدی در جهت شکوفایی استفاده کرد. یه نکته ای که الان میبینیم برای بعضی جای سوال پیش اومده اینه که الان خب من چه زبانی رو یاد بگیرم؟ اگه این زبان یاد گرفتم فردا ازش استفاده نشد یا منسوخ شد چه مشکلی برام ممکنه پیش بیاد؟ نکته ای که باید اینجا در مورد برنامه‌نویسی بدونیم اینه که برنامه‌نویسایی هم که الان دارن کار میکنن شاید خیلی‌هاشون اطلاعات اولیه‌ای که داشتن رو زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی قدیمی‌تر از این بوده. اینجوری نبوده که هر بار موقعی که شما می‌خواید یه زبانی رو شروع بکنید نقطه سر خط از اول شروع کنیم همه مطالب رو بخوایم یاد بگیریم. اصلاً اینجوری نیست. تو خیلی از شغل‌های دیگه ما این حالت رو داریم. وقتی شما تونستید یه مهارتی رو یاد بگیرید، اگر یه زبان جدید اومدش دیگه لازم شما اون مهارت از اول بخواید شروع کنید و همه کارهاش انجام بدید. فقط کافیه که به تغییراتی که ایجاد شده و امکانات جدیدی که بهش اضافه شده رو باهاش کار بکنید، آشنا بشید و دیگه اصلا لازم نیست برگردید همه چیزو از ابتدا باهاش آشنا بشید. چیز عجیبی هم نیست. الان تو خیلی از نرم افزارهایی که داره آپدیت های جدیدی میاد، دقیقاً شما این وضعو دارید مشاهده میکنید. شما فرض بکنید که با نرم افزاری مثل فتوشاپ دارید کار میکنید. وقتی یه ورژن جدیدی از اون داره میاد، شما بر نمیگردید فتوشاپ رو از اول بخواید یاد بگیرید. اون کارهایی که برای روتوش بود، برای انتخاب بود، برای مونتاژ بود، همه اونها ثابته، اون اصول که عوض نشده. حالا مثلا فرض کنید تو زمینه کارهای روتوش یه ابزار جدیدی اضافه شده، یه قابلیت جدیدی اضافه شده، یا مثلا در مورد کارهای انتخاب کردن یه ابزار جدیدی اضافه شده. فقط شما کافیه که همینا رو یاد بگیرید. در مورد کارهای فرانت اند هم دقیقاً همینه. شما باید خودتون اون اطلاعات پایه رو داشته باشید و هر روز خودتون رو با این روحیه آماده داشته باشید که باید کارهای جدیدی رو یاد بگیرید و اطلاعات جدید و برنامه‌های جدید که داره اضافه میشه اونا رو هم باهاشون آشنا بشید. در ادامه با زبان‌های برنامه‌نویسی فرانت اند و مهارت‌های دیگه‌ای که باید یک فرانت اند کار خوب داشته باشه قراره که آشنا بشین. اگر این ویدیو رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی ما مشاهده می‌کنید، حتماً قسمت توضیحات رو برای لینک‌های بیشتر در این خصوص مشاهده کنید. امیدوارم که محتوای این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. لطفاً هر فیدبک و نظری داشتید در بخش نظرات با ما مطرح بکنید. برای دسترسی به ساعت‌های ویدیو آموزشی در حوزه اینترنت می‌تونید از این لینک استفاده کنید. همچنین اگر تمایل داشتید این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا سایر علاقه‌مندان به آموزش اطلاعات بیشتری کسب کنند.